اوکی. چون تو قسمت گونه ها بیشتر خب یه مقدارم تو پیشونی قرمزی مثلا تو آفتاب نمیتونم زیاد برم، خیلی پوستم حساسه. بعد شما ناراحتی دیگه ای به جز این دارین؟ چرا بله، تو هم مشکل بوارشتی شدید هم دارم که هرچی دکتر رفتم چند ساله نتیجه نگرفتم. خب بله، این رابطه داره با مشکل گوارشیتون احتمالا بیشتر به مشکل گوارشیتون. جانم من اندوسکوپی کردم چند سال پیش، به من گفتم فقط معده داری، بعد علاوه بر اون به صدا ترش کردن و نفخ زیاد و گاز زیاد و تنها قرصی که رو من اثر کرده قرص بیسموت بوده. تا وقتی من استفاده میکنم خیلی خوب راحتم، وقتی قطع میکنم دوباره علائم من شروع میشه. به خاطر اینکه فقط علامت من مواردی که سیر و پیاز و سبزیجات معطر استفاده میکنم وقتی خیلی دیگه بدتر میشه و بوی بدی هم. بله داره. متوجهم. شما احتیاج به آنزیمای هضم و جذب غذا دارین و این دارویی که میخورین فقط علامت رو از بین میبره و دارویی که وقتی که میخورین بهترین، بعد نخورین بدتر میشین، این یعنی این که داره فقط علامت رو کنترل میکنه. باید یه مقدار دستگاه گوارشتون یه ریشه یوبوستات هم دارین یا نه؟ بله. بعد باید دستگاه گوارش شما کاملا مطالعه بشه، کبدتون مطالعه بشه. مصرف آبتون چقدره؟ آبم حتما کم میخورین. تقریبا بله باید مطالعه بشین. ولی دستگاه گوارشتون بیشتر از اگر استرس هم باشه اونم مطرحه، ولی بیشتر شاید دستگاه گوارشتون مطرح باشه. من دلم میخواست من گفت 20 چه چیزی میشه که وقتی من میخورم چه بچه مرادی تشکیل شده که اینقدر محصره؟ ببینین اگر شما حالت اسیدی بهتون دست میده و گس و اینا دست میده، این دارو این علائمو از بین میبره، ولی اون ریشه رو باهاش کاری نمیکنه به هیچ وجه. آخه نفخ و گاز و همه چی خوب میشه وقتی من اونو میخورم. منم عرض کردم عزیزم، عرض کردم علامت رو از بین میبره ولی ریشه رو بهش رسیدگی نمیکنه. پس آنزیمای معده من کمه؟ من احتمالاً عرض کردم که من عزیز جو نمیگم حتما کمه، ولی به احتمال خیلی قوی شما احتیاج به یک مطالعه در دستگاه گوارشتون دارین که ببینیم لول آنزیم های معده و یا پانکراس و یا اون بایلی که از طریق صفرا ترشح میشه به چه صورت هستش. فقط اگر ممکنه یه خواهشی داشتم در مورد استانداردهای تو ایران، مثلا آزمایش بدن ویتامین D3 فقر آهن B12 یعنی واقعا یه پرولاکتین که شما اشاره میکنی، چون مشکل تیروید هم دارم، نه میخواستم از نظر استاندارد جهانی چطوره؟ چون استاندارد ایران فرق میکنه. مثلا دکتر ما میریم یه عددی که اینجا نوشته میگه اصلا این حساب نیست، این استاندارد ما قبول نداریم. من میخواستم حداقل اکثرش چقدر باید باشه این ویتامینا تو بدن؟ بستگی داره به هیچ دو تا آزمایشگاهی شاید یک جور نباشن در خیلی از جور. یه آزمایشگاه توی کانادا با توی امریکا ممکنه فرق داشته باشه. بعدم من اصلا باور من نسبت به این استانداردها زیاد نیست، چون استانداردها هیچ وقت تعیین کننده ایندیویدوال نمیشه، یعنی به صورت فردی تعیین نمیکنه که یه شخصی باید به چه صورت باشه. ولی اگر شما B12 و ویتامین D و آهنتون هم کمه، 100% شما نشون میده که دستگاه گوارشتون حتما باید یه چکاپی بشه، به خاطر اینکه باز نشون دهنده این هستش که غذاتون به درستی هضم و جذب نمیشه و اثرش روی کبد گذاشته. یوبوستات هم دارین، ایجاد تاکسیسیتی میکنه و همین باعث میشه که روی پوستتون این علائم نمایان بشه. ممنون، تشکر. خواهش میکنم، مرسی از تماستون. برنامه شفا بفهمین. الو جونم بفهمین. سلام از بنده است، بفهمین سوالتون رو مطرح کنین. وقتتون بخیر. من 47 سالمه، مشکل به اصطلاح افسردگی دارم. اوکی. واقعا تو این 47 سال از بچگی که یادم میاد همش دستامو میجویدم، ناخونامو میجویدم. الانم که 47 سالم هست همش گوشه دستم و لبامو میگیرم میکنم به طوری که خون میفته. اوکی. دست خودم هم نیست، یعنی این کنترل رو ندارم و شاید تا حالا 100 تا دکتر رفتم، 100 جور قرص خوردم، ولی متاسفانه هیچ کدوم اینا اثر بخش نبوده. متاسفانه یه هر از گاهی هم به مواد مخدر به اصطلاح پناه میبرم، ولی
همش این الان یک دو سالی که همش گر میگیرم، التهاب شدید دارم، عرق شدید میکنم، عرق همراه با چربی زیاد از بدنم خارج میشه، یه وقتایی که فاصله میگیرم استفاده نمیکنم از مواد مخدر، همش بدن درد دارم و سخون درد دارم، یه حال میشم صبح که از خواب بلند میشم سرگیجه دارم، نمیدونم باید چیکار بکنم، شبا هم تا قرص آلپارا به اصطلاح زاناکس هم نخورم خوابم نمیبره. خب اولا متاسفم از چیزایی که شنیدم و میدونم که سخته براتون خیلی. من فکر میکنم و حدس میزنم که اگر میگین از کودکی اینجوری بوده، ریشه رو باید در دوران کودکی شما شاید بین 1 تا 5 سالگی و شاید از بدو تولد تا 5 سالگی و شاید حتی دوران بارداری مادر باید ریشه یابی بکنیم. بله. به نظر میاد که حالا من کاری به تغذیه و فلان اینا الان ندارم، چون به نظر میاد که ریشه اصلی مشکل شما یه مقدار این موارد شاید احساسی و عاطفی و یه سری کمبود و یا یه سری محیط نامساعد در دوران طفولیت شما بوده. من دقیقا همینطوره آقای دکتر، چون من 2-3 سالم بود یادم هست که با نافم بازی میکردم طوری که این نافم تقلیم متبرم شده بود. بله. یادم هست که پدرم منو برد دکتر و دکتر به خاطر که من بترسم گفت بهش آمپول بزنید، چون از آمپول خیلی میترسیدم. یادم هست که دیگه به نافم به اصطلاح با نافم بازی نمیکردم، ولی اومدم با دستامه دستامو میخوردم. بله. چقدر جالب و قشنگه وقتی که آدمو میترسونن، یعنی خیلی. بله. خیلی قشنگه، خیلی زیاد. متاسفم از چیزی که فرمودین، خیلی باز متاسفم که متاسفانه هنوز یه همچین اتفاقاتی داره میفته که اگر نخوری آمپول بهت میزنم یا لولو خورخوره میاد اذیتت میکنه یا اون آقای عصبانی میشه یا میاد دعوت میکنه یا فلان، که بسیار اثرات خیلی بدی میتونه توی وجود ما بذاره. شما در دوران کودکیتون چجوری بود؟ خواهر برادر در دور و برتون بودن و پدر مادرتون چجوری بوده رابطه؟ متاسفانه پدرم به شدت به اصطلاح خیلی دیکتاتور بود و هر کاری که میخواست بکنه به جای اینکه محبت بکنه با دعوا و با کتک. یعنی شما با ترس بزرگ شدین دیگه، یعنی تمام مدت با ترس بزرگ شدین؟ با ترس. الان وجود دقیقاً الان وجود شما دلیل اینکه الان اینجوری هستین به خاطر اینکه با چیزی به جز ترس راحت نیستین و کمبود خیلی زیاد عشق و محبت، حالا حداقل از طریق اون نیروی پدری، حالا مادرتون نمیدونم چجوری بودن، یعنی ریشه مشکل شما. الان من نمیتونم مشکل شما رو حل کنم در عرض چند دقیقه، ولی حداقل کاملا مشخصه، یعنی هر کسی که باشه هم میتونه متوجه بشه که ریشه مشکل شما برمیگرده به اون دوران و با دارو و این چیزا مشکل شما به نظر من حل نمیشه. شما احتیاج به یک سری رفتار نگرش به رفتار درمانی و یه مقداری بیهیویر تراپی و یه مقدار کند و کاو در دوران طفولیتتون، یه مقدار مواجه شدن با اتفاقاتی که تو اون دوران افتاده، یه مقدار خیلی زیادی بخشش، یه مقدار خیلی زیادی عشق به خودتون و وارد کردن از در نتیجه اون اعتماد به نفس و به خصوص حرمت به نفس به خودتونه و از اونجاست که هی باید پایه‌ریزی بشه و بیاد بالا و بالاتر که شما بتونین نتیجه مطلوب رو بگیرین. اگر نه الان شما هزارها دکتر هم برین و هی دارو به شما بدن، مشکل شما چون ریشش در اون دوران طفولیت شماست، ریشش رسیدگی نشده بهش. بله آقای دکتر، دقیقاً همینه که میفرمایید. من خیلی دارو درمان کردم، حتی تا زمانی که من به سن بلوغ برسم تا اون موقع شب ادراری داشتم. بله کاملا متوجهم، یعنی کاملا چیزایی که میگین کاملا من واقعا باهاتون احساس همدردی میکنم، برای که میدونم که سخته براتون، خیلی سخته. بله. ولی یه آگاهی اولین قدمه و اینکه مواجه بشین و یه مقدار زیادی بخشش که خیلی سخته، اینجوری نیست که من اینجا بشینم بگم لنگش کن، خیلی سخته، ولی اگر میخواین واقعا نتیجه بگیرین باید از ریشه برین جلو و از ریشه رو خودتون کار کنین. شاید چند سالم طول بکشه، ولی به نظر من چاره دیگه ای نداری، اگر نه راه های دیگه راه های درستی نخواهد بود. این التهابی که الان دارم در واقع به خاطر همون افسردگی و
در واقع فکر میکنم که مشکلاتیه که به وجود اومده. درسته؟ ترسه. شما ترس دارین، شما وجودتون پر از ترسه. درسته، پر از ترسه. یعنی تمام به شدت جانم به شدت جنسیم ضعیف شده. خب رو همه چی اثر میذاره؟ بدن درد شدید دارم. بله. و بی‌حوصله‌ام دیگه. با اینکه از نظر مالی وضع خوبی دارم و مشکل مالی اصلا ندارم، ولی متاسفانه احساس پوچی میکنم. احساس متوجهم عزیزم. متوجهم. دقیقا میفهمم چی میگی. اصلا از هیچ چیز لذت نمیبرم. بله. از هیچ چیز نمیبرم. به خاطر اینکه اجازه ندارین که لذت ببرین. فکر میکنین که شما لیاقتشو ندارین. بله. به خاطر اینکه اینجوری اینجوری بزرگ شد. شما از کجا تماس میگیرین عزیزم؟ از تهران. خب باید به نظر من باید بگردین و چون من میتونم یه مقداری کمکتون کنم از نظر